اول از اون سلام عرض میکنم خدمتتون، سال نو رو به شما همکارانتون و تمام هموطنانم در سر تا سر دنیا تبریک میگم. سالی تو هم با سلامتی و موفقیت براشون آرزو میکنم. عرضم به حضورتون، البته من آنچنان که باید و شاید اطلاعاتم از همین رسانه ها هستش، چون هنوز به طور اکتیو در فدراسیون فوتبال فعالیت نمی کنم، مخصوصا اینکه در کمیته هنوز شرکت نکردم و نمی دونم که در اونجا صحبت هایی که میشه چی هست. اما اون چیزی که مشخص هستش به هر حال ما مربیان قدیمیمون به نسبه یک مقداری اختلاف نظر دارن با آقای کیروش و مربیان جوونمون حسن نظر دارن نسبت به آقای کیروش. و خب متاسفانه قراردادی که در سابق با آقای کیروش بسته شده یک مقداری امتیازاتی به ایشون داده که ایشون گاهی اوقات بیش از اون اندازه که میبایستی صحبت میکنن و حواشی به وجود میارن، مخصوصا که آقای کیروش با سابقه‌ای که ما ازشون داریم میدونیم که ایشون همیشه یک جنگ روانی با یکی دارن که نمیدونن کی هستش، چه در زمانی که در تیم منچستر یونایتد ایشون بود، چه در زمانی که مربی تیم پرتغال بودن ایشون و چه زمانی که مربی تیم رئال مادرید، و همچنین این مسئله همیشه بوده. در ایران هم که ایشون تشریف بودن یه همچین مسائلی برایشون اتفاق افتاده. عموم کسانی که مخصوصا از مربیان و جوانای ما با ایشون همکاری کردن که خب همه میدونن که کیها هستن، متاسفانه بعد از یک مدتی اختلاف نظر پیدا شد، اختلاف سلیقه پیدا شد و نهایتا اونها رفتن. الان هم به هر حال زمانی نیستش که ما بخوایم سنگ ها رو وا بکنیم و ببینیم که واقعا چه باید بکنیم، بلکه میبایستی صبر بکنیم، میبایستی تحمل بکنیم، تعامل بکنیم با ایشون تا این دو ماهی که به هر حال ما درش هستیم و بهش میرسیم و جام جهانی شروع میشه و نهایتا مسئله هستش، مسئله حیثیتی برای ما. و من تا اونجا که اطلاع دارم میدونم که مربیان ما تمام کسانی که به هر حال در ایرانی هستن اون چیزی که براشون مهم هستش کشورشون مهم هست، وطنشون، هموطنانشون مهم هست و 100% اگر اختلاف نظری هم داشته باشن، اختلاف سلیقه‌ای هم داشته باشن، گاهی اوقات مورد بی‌حرمتی هایی هم قرار گرفته باشن، نهایتا در این دوران که یک دوران خیلی سختی هستش 100% اینها گذشت خواهند کرد و تا اونجا که در توانشون باشه در خدمت تیم ملی هستن، از تمام امکاناتی که دارن در اختیار تیم ملی و فدراسیون میذارن که بتوانیم ما نتیجه مطلوبی بگیریم. حالا بعدش که چه خواهد شد، چه برنامه‌ای خواهیم گذاشت، اون جای خود داره که امیدوار هستم که بعد از اینکه این مسائل تموم شد و به هر حال ما توانستیم به اون نتیجه مطلوبی که میخواییم برسیم، کمیته‌ای تشکیل بشه، اتاق فکری تشکیل بشه در فدراسیون فوتبال، از تمام مربیان دعوت بشه، آقای کیروش هم بیان و در اونجا روبرو بشینن، با هم دیگه صحبت بکنن و سنگ‌هاشون رو با هم وا بکنن. ولی که اگه قرار بشه که این ادامه داشته باشه، خب نهایتا ضربش فقط به بدنه فوتبال و به فوتبال و همچنین به احساس مردم و هموطنهای ما میرسه. آقای کلانی، اگر اشتباه نکنم در سال 98 جام جهانی فرانسه تیم ایران که داشت آماده میشد زن از آقای ایویچ، مسابقات لیگ ایران تعطیل شد، تیم فوتبال کاملا در اختیار کادر فنی تیم ملی بود. فارغ از این که این لیگ امسال زیر نظر آقای فتاحی رئیس سازمان لیگ و آقای کیروش تعیین شده با نظر ایشون، به هر حال لیگ امسال 4 هفته دیگه ازش باقی مونده و 7 اردیبهشت پایان پیدا میکنه، 15 ماه جون در واقع 75 روز دیگه تیم ایران مقابل مراکش باید بازی کنه. آیا فکر میکنید که کمیته فنی فدراسیون فوتبال که شما عضوی از اون هستید یا به عنوان مشاور آقای تاج میتونید یک جلسه ای بگذارید که این مسائل از بین بره، یک همدلی ایجاد بشه برای اینکه تیم ملی فوتبال ایران نتیجه بهتری بگیره؟ من مطمئن هستم که 100% تمام دوستان ما که الان مربیان تیم‌های دیگه هستن، خب از فرهیختگان فوتبال مملکت ما هستن و با اون مسئله صحبتی کردم که تمام هم و غمشون افتخار برای کشور عزیزشون هستش،
100% با این پیشنهادی که فدراسیون خواهد کرد به احتمال 99% من مطمئن هستم که فدراسیون فوتبال این پیشنهادی که الان شما راجبش صحبت کردید خواهد کرد و در این فاصله زمانی که باقی میماند بعد از اتمام لیگ از تمام مربیان خواهیم خواست که تشریف بیارن، از آقای کیروش هم خواهیم خواست که باشن در جلسه و نهایتاً صحبت بشه، تعاملی بشه و نهایتاً برای افتخار آفرینی که ما نیاز بهش داریم همه با هم دست به دست هم بدن و کاری بکنن که نتیجه مطلوب گرفته بشه. شما پیش از این به دنبال تشکیل اتحادیه بازیکنان فوتبال ایران بودید، بارها در این همین برنامه گفتگو کردید. این اتحادیه به نحوی توسط اتحادیه باشگاه ایران تشکیل شده، آیا این همون سندیکای بازیکنان است که شما برای تأسیس اون تلاش میکردید؟ ببینید، اون چیزی که من دنبالش بودم و همیشه، البته من دنبالش نبودم، بلکه من دوستان دیگه من با من صحبت میکردن و نهایتا فرصت وقتی به من داده میشد من مثل حالت سخنگو رو داشتم، نظرات دیگرانو میگفتم. ما هممون نتیجه به این گرفت بودیم که میبایستی یک سندیکا یا اتحادیهی برای فوتبالیست های کشور به وجود بیاد. البته ما میدونیم که در دنیا سندیکاها که به وجود میاد بعد از یک مدتی ممکنه مشکلاتی هم ایجاد کنه، اما همیشه در بلند مدت و حتی در میان مدت به نفع هم تمام کسانی هستش که اعضای اون سندیکا هستن، کسانی هستن که به هر حال نقشی در سیاست اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اون ارگانیزیشنی که به هر حال سندیکاش تشکیل شده دارن. و نهایتاً در کشور ما اگر سندیکای فوتبالیستا تشکیل بشه که من معتقد به اون بودم و مصر بودم که این از 4 سال پیش راجع به مسئله صحبت میکردیم که حتی آقای عزیز محمدی، سردار عزیز محمدی در پارسال به من گفتن که ما این کار انجام دادیم و منتظر هستیم که اساسنامهش بیاد، اساسنامه از چند تا کشور بیاد که ما اینها رو تنظیمش بکنیم، که متاسفانه به علت اینکه من یا در مسافرت بودم یا گرفتاری های دیگه ای که بود فرصت این چنینی نشد که ما این اساسنامه رو ببینیم، روش کار بکنیم، تلفیقش بکنیم با به هر حال فرهنگ کشور خودمون و بعد اینو آماده بکنیم، مجبور بکنیم تمام بازیکنان در این سندیکا اتحادیه عضو بشن و خودکفا بشه، نه اینکه وابسته به اتحادیه باشگاه‌ها باشه یا وابسته به یک ارگانیزیشنی باشه که اون بتونه براش تصمیم بگیره. نه، سندیکا باید از خود اعضای خودش تشکیل بشه، هیئت مدیرش یا هیئت اومناج یا هر تشکیلاتی که ادارش میکنه باید از توی خودشون خودجوش باشه و نهایتا قائم به خودش باشه، نه اینکه متکی به یه تشکیلات دیگه باشه که بعد مجبور بشه به علت بعضی از مسائلی که پیش خواهد اومد دستور بگیره یا حرفی که اونها میزنن قبول بکنن. ما میدونیم که در کشور ما الان ما مشکلی که الان داریم این هستش که همیشه صحبت از این هستش که فرهنگ ورزشی ما دوران دچار نقصان شده و داره تاثیرگذار روی فرهنگ اجتماعی ما میذاره و ما همش صحبت از این میکنیم که میخواهیم فرهنگ سازی بکنیم، فلان کار بکنیم، اله بکنیم، بله بکنیم، اما همش شعار و حرف هستش. اما من مطمئن هستم اگر سندیکایی تشکیل بشه، قوانینش مدون بشه، قوانینش درست اجرا بشه، هم به نفع بازیکن هست، هم به نفع باشگاه هست، هم به نفع فدراسیون فوتبال هست و هم از نظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بسیار بسیار مؤثر خواهد بود در نقشی که خواهد داشت در آینده و فرهنگ کشورمون، فرهنگ ورزشی کشورمون. آقای کلانی، الان به عنوان یک عضو پیشکسوت جامعه فوتبال در کمیته فنی فدراسیون حضور دارید. شما همیشه از پیشکسوتان میگفتید، چه برنامه‌ای برای پیشکسوتان و یا اصلا توسعه فوتبال و فراگیر کردن اون در مناطق محروم دارید؟ عزم بزرگتون صحبتی که آیه تاج با من کردن که در حضور آیه ساکت بود، صحبت بر این منوال بودش که تصمیم بر این هستش که در مناطق مختلف ایران به هر حال سازندگی ایجاد بشه و خیلی عمیقا نسبت به این مسئله برنامه ریزی بشه، که یکی از علتی هم که من علاقمند شدم همکاری بکنم همین مسئله بودش، برای اینکه من ایجاد کمبود احساس میکردم در این مسئله. در بعضی از مناطق کشور ما متاسفانه به علت شرایط
خاص جغرافیایی که داشته و داره، خب ما بهشون نمیرسیدیم. اما این برنامه هستش که به هر شکلی هستش در تمام این مراحل یک بازسازی بشه، یک بازنگری بشه و برنامه ریزی سریع بشه. از کوتاه مدت ما شروع کنیم تا به بلند مدت برسه در مناطق مختلف کشورمون. این مسئله خیلی مهم بود که انشاءالله ما این برنامه رو بعد از تعطیلات شروع خواهیم کرد برای برنامه ریزی، برنامه نویسی و بعد اجرایش. و مهمتر از همه اینها چیزی که من بهش همیشه معتقد بودم و همیشه خواستم که حتی با جناب تاج و آقای ساکتین هم در جلسه که بود صحبت کردم، گفتم مسئله پیشکسوتان کشور ما هستش، مسئله دوستان و همبازی‌های قدیمی من هست، مسئله کسانی هستش که به هر حال سالهای قبل زحمت کشیدن و بعد خب مشکلاتی در زندگیشون ممکنه بوده و کلن مسائلی داشتن. چرا نباید ما یک لایحه‌ای تهیه بکنیم و اینو به دولت یا مجلس فرستاده بشه و در مجلس نمایندگان محترم اینو تصویب بکنن که حداقل تمام پیشکسوتان ورزش، نه تنها فوتبال بلکه سایر رشته‌های دیگه که اینا همشون زحمتکشانی بودن که افتخار آفرینی کردن، شاد کردن مردم و به هر حال دورانی رو گذروندن، اینها از یک مستمری مرتب از سن 50 سالگی به بعد، من نمیگم از زمانی که کنار میذارن، بشینن ترتیبشو بدن و اینو تایید بکنن و اینو اجرا بکنن. من تا اونجا که در توانم باشه این کارو خواهم کرد. اگر ببینم که با این برنامه هایی که به هر حال فکرشو من کردم و موافقت کردن که انجام بدیم، اگر موافقت نشه و انجام نشه، خب من متاسفانه مجبور هستم که خودمو کنار بکشم. با سپاس از شما آقای کمی، وقتمون به پایان رسید و با سپاس از شما بینندگان عزیز، تندرست و سرفراز باشید.